خب من روی یکی از این باندا مثل MFL87 در مربوط به مدیر سیبرفیلد من دوباره کلیک میکنم، اینو برش میدارم و اوکی میکنم. خب ما یه تصویر تیره ای میبینیم اینجا که استرش نشده. خب این میتونم این ببندم، دوباره روی این کلیک راست کنم، یا همینجا در واقع روی قسمت تصویر محوری کلیک راست دیسپلی آپشن دوباره بزنم. خب یه چی می‌نویسه؟ می‌نویسه که آقا اینجا ما این مینیمم ماکسیمم داریم اینجا به نام 13248، یعنی در واقع تو باند 1 رفرکتنسامون تو این رنج هستن. خب قطعا 248 مربوط به ابرها هستش. وقتی من تیکو که می‌زنم میاد چیکار می‌کنه؟ میاد یه اعدادی رو به من پیشنهاد می‌کنه به طور اتوماتیک که وقتی من میپذیرم اوکی می‌کنم وضوح تصویر بهتر میشه. بحث ما سر این که این اعداد رو از کجا میاره که داخل این کادر رو به طور اتوماتیک تایپ میکنه، آیا این اعداد قابل محاسبه است و ما میتونیم خودمون دست بیاریم. خب بریم روی قبل از این خود تصویر رو با هم بشناسیم. خب این دی ان ولی هایی که ما باهاش بحث میکنیم، رفرنس هایی که باهاش بحث میکنیم، در واقع هر عارضه‌ای در واقع تو هر باندی یک رفتار طیفی داره که در قالب یک عددی به نام دی ان ولیو توی این پیکسل ها ذخیره شده. خب شما ابرها رو میبینید، آب. خب از اونجایی که آب، خب آب خالص نیست، جاهای آب زلالتره، جای آب با خوش رسوب حمل میکنه یا هرچه شایی به این، قطعا رفلکتنس ها متفاوت هستش. من زوم میکنم میبینید اینجا همش آبه. ما اینجا همش آب داریم و اما یک رفتار طیفی، این بخش آب 26، این 27، 26، 26، 24، این بر میگرده به کیفیت آب و مواتی داره حمل میکنه. خب بحثمون سر این بود که میخواستیم ببینیم که این استرچ ها اعدادش از کجا آمده. خب بعد تا اینجا فهمیدیم که هر عارضه‌ای طبق ماهیتی که داره میاد در واقع در حال این باستابشی داره که هر باستابش یک عددی داره به نام که در تصاویر رستری ما در واقع دی ان ولیو تو هر پیکسل ذخیره میشه. خب و اما اینکه برسیم به این استرچ ها، خب من روی MFL87 کلیک راست میکنم، استاتیستیک هیستوگرام رو باز میکنم. خب بیام در مورد این نمودار با هم صحبتی بکنیم. این یک نموداری هست خب که در واقع در این نمودار ما اینجا فراوانی پیکسل ها رو داریم. ما این قسمت این مربوط به فراوانی هر پیکسله و این هم مربوط به اون در واقع رفلکتنس ها، یعنی در واقع اون طول اون رفتار طیفی هر آبجکت یا هر آرزه در اون باندمون. خب شما ملاحظه میفرمایید تو این قسمت که 0 تا 255، خب قطعا اینجا مربوط به ابرها میشه چون دیدین که داریم روی باند 1 بحث میکنیم. باند 1، خب تو باند 1 ما داریم که در این ناحیه که خیلی کم هستش ما در واقع آب، خاک لخت، پوشش گیاهی، در واقع همه چی هست. در واقع این مساحتی که شما زیر این منحنی میبینید، این اریا مربوط هست به تمام این عوارض که مجموعه پیکسل هاشونه. خب اما در مورد اون استرچ، خب در نرم افزار این 1% که ما میگیم 1% از ابتدا و انتهای
تجمعی پیکسل ها رو شما داشته باشین، میتونید این اعداد تایپ کنید در اون دیالوگ باکسمون و اسرای صورت بگیره. یه درصد از در واقع درصد تجمعی در واقع دی ام ولیو های این تصاویر ماهواره ایمون. خب و اون چجوری محاسبه میشه؟ خب شما اینجا ما چیز داریم، ما این مربوط به دی ام ولیو هاست، این ستون این ستون و این هم در مورد درصد تجمعی. اوکی خب شما ملاحظه می‌فرمایید اینجا ما درصد تجمعی پیکسل ها داریم تا از تا یه درصد. خب چیزی حدود اینجا میشه عدد 17، واضح می‌فهمید عدد 17 یه درصد از این. خب چون نزدیک به یک و از انتها هم جایی که دیگه 99 درصدمون می‌بینیم خب 99 عدد 75 شما ملاحظه می‌فرمایید 75 این در واقع همون عددی که ما توی استرچ استفاده می‌کنیم و سعی می‌کنیم که با اون کاری کنیم که حضور تصویرمون کنتراستمون بیشتر بشه. خب من تک تک اینا رو باز می‌کنم با هم ببینیم. من در یک نموداری اومدم اینا رو همه کنار هم جمع کردم که شما در یک ویو بتونید اینها رو به راحتی ملاحظه بفرمایید. خب این در واقع من حالا زومش بیشتر میکنم اینجا. خب ما اینجا در واقع در مورد فصل درای سیزنمون هستش. این در واقع باند یک، باند دو، باند سه. اینجا استرچ. خب ما در مورد باند یک با هم صحبت کنیم. خب همچون شما ملاحظه می‌فرمایید تو باند یک ما این مجموع پیکسل هاست، درسته؟ ما مجموع پیکسل داریم اینجا. چی میخواد بگه اینجا؟ میخواد بگه که چون تو باند یکمون اگر شما ملاحظه بفرمایید در این باند یک خب همه عوارض در واقع جمع شدن اینجا و تو هم هستن و تفکیکشون خیلی سخته، برای همینه که ما یک پیک داریم اینجا، یک قله داریم این قسمت. تو باند دو هم ایزن، اما تو باند سه چه اتفاق داره میافته؟ داره یواش یواش عوارض خودشون نشون میدن. خب این در واقع پیک میتونه واتر باشه، آب باشه و این شما قطعا میتونیم بگیم که این پوشش گیاهی. خب رو چه حساب داریم این صحبت رو میکنیم؟ چون تو باند سه ما در واقع این هم که در واقع این اعداد اعداد دی ان ولیوی ما هستش، یعنی همون اعدادی که توی پیکسل ذخیره میشه. خب میام روی این بانده با هم نگاه بکنیم. خب قطعا مشخصه دیگه، شما در باند شماره 3 پوشش گیاهی، خب اینجا دیگه آب هم به سمت حداقل داره خودشو میکشونه، در واقع تیره است
برای همین ما دو تا پیکو با هم میبینیم تو این گراف توی گراف های صفحه بعدمون. تو باند 3 این قابل تفکیکه. خب این درای سیزن ماست، بریم صفحه بعد. در واقع اینجا FL ماست. شما ملاحظه فهمید استرچ قبل از استرچ و همچنین این فست سیلابی ما هستش، استرچ بدون استرچ. و خب قطعا شما میتونید ببینید به راحتی رفتار هر آرزه رو. خب ما یه نکته دیگه که میخوام بگم، ما اینجا گفتیم اینجا آب هست، به زیر ثبات عرض کردیم. خب این آب هست و من تصویر بعدی رو بیارم، ما همینجا اینجا هم بد نیستش. اینو گفتیم ما این هرچی هست دیر از اون حالا میبینیم چشگیاهی. خب شما نگاه بکنید، خب مساحت این در واقع مساحت این از مساحت این خیلی بزرگتر هستش. خب تو منطقه مونم خب همینه، شما توی درای سیزنتون شما نگاه میکنید، تو درای سیزن شما میبینید که ما در واقع بحث ایریا که باشه واتر کمتر از ویجیتیشن هستش. این منطقه من رنگش رو میتونم عوضش کنم، این محدوده آبه. خب این محدوده چیه؟ پوشش گیاهی ماست. خب قطعا باید توقع داشته باشم که توی در واقع پیک اونها هم خب این مساحت ها با هم متفاوت باشن.